در شهر فس هستم، در کشور مراکش یا همان مغرب، در شمال غربی قاره آفریقا. این شهر در حقیقت نقطه آغاز سفرم در این کشور و کلن در قاره آفریقا هستش. شهر فس با بیش از 1,300,000 نفر جمعیت، دومین شهر بزرگ مراکش هست بعد از شهر کازابلانکا که در شمال کوههای اطلس و در 200 کیلومتری جنوب دریای مدیترانه قرار گرفته و یکی از قدیمی ترین شهرهای دنیاست که قسمت قدیمی شهر که در حدود 1200 سال پیش بنا شده کماکان پابرجاست و هنوز اون حالت قدیمی خودش رو حفظ کرده. اولین امپراتوری تاریخ مغرب توسط ادریس اول تأسیس شد که به سلسله ادریسیان معروف است. ادریس اول علاوه بر مؤسس سلسله ادریسیان، نوه حسن ابن علی امام دوم شیعیان هم بود. ادریس اول در سال 789 میلادی تصمیم به ساخت پایتخت جدیدی برای امپراتوری خود میگیرد و از این رو شهر فز را بنا میکند، شهری که بعدها به یکی از پررونق‌ترین شهرهای دنیا تبدیل شد. یکی از مغازه‌هایی که خیلی به چشم می‌خوره توی بازار فز، مغازه‌های عطاری، روغن فروشی و صابون فروشی هستش. مثل این مغازه یک صابون مخصوصی دارن توی این کشور و توی این شهر که از در حقیقت گیاهی، دونه گیاهی می‌گیرن به نام آرگان و میرم سوال می‌کنم که اصلا با این چطور صابون درست می‌کنن. سلام علیکم. ادویه و روغن‌های آرگان و زیتون عنصرهای جدا ناشدنی از آشپزخانه و فرهنگ مغرب هستند. دارچین، زیره، گشنیز، زردچوبه، زعفران، فلفل سفید، فلفل قرمز، میخک و کنجد از ادویه‌های اصلی و همچنین یکی از صادرات کشور مغرب به حساب می‌آیند. اینجا می‌شینم که توضیح بدم این داستان چیه. این گیاه آرگان هست که توی کشور ماراکو زیاد هست. در حقیقت اینو میشکوننش، از وسط دو نصفش میکنن، خوردش میکنن و میریزن اینجا. این یک آسیاب دستیه در حقیقت و اینو شروع میکنن به چرخوندن و اینجا از این قسمت روغن خارج میشه و روغن آرگان به دست میاد. این روغن بسیار معروف هستش، حداقل توی اروپا خیلی معروف هست این روغن و گرون هم هست، قیمت بالایی داره و روغنی هست که برای مو، پوست، ناخون استفاده میکنن. ولی اگر این دونه ها رو قبلش حرارت بدن، یکم بپزن، روغنی که ازش در میاد برای پخت و پز خوب هستش. در قسمت قدیمی شهر مسجدی هست به نام مسجد القرابین که در واقع از اون به عنوان قدیمی ترین دانشگاه جهان نام میبرند. دانشگاه و مسجد القرابین در سال 859 میلادی توسط دو خواهر تونسی الاصل به نام های فاطمه و مریم الفهری تأسیس شد. فاطمه و مریم از خانواده ای ثروتمند از القیروان تونس بودند که با خانواده به شهر فز مهاجرت کرده بودند. پس از چندی اعضای خانواده فوت می کنند و تمام ثروت خانواده به این دو خواهر می رسند. این دو خواهر که از زنان تحصیل کرده زمان خود بودند، با ارثیه به جا مانده این دانشگاه را بنا می کنند.
در طی تاریخ دانشمندان بزرگی همچون ابن خلدون از پیشگامان علم جامعه شناسی در این دانشگاه تدریس کردند. علت این که به این دانشگاه قدیمی ترین دانشگاه دنیا میگویند این است که این دانشگاه قدیمی ترین مدرسه عالی در دنیا است که به طور غیر منقطع در حال فعالیت است و به دانشجویان مدرک تحصیلی میدهد. دل و جیگر بخوریم، میگه ندارم، یه قصابی اینجا از خودتون بریم بخریم بیاریم بدیم من براتون کباب میکنم، برم ببینم دل و قلبه جیگر چی دیگه گیرم میاد یا نه. سلام علیکم. This قلب. Where? قلب. Where? The judge. Where? Ah, the judge. سلام علیکم. سلام احمدالله. حبیبی. حبیبی. شکر. مرحبا. مرحبا. حبیبی. This قلب. قلب شکری. خلاص خلاص. شکر. شکر. مرسی. اوکی. تو بارو. تو قلب. تفضل. حبيبي كلهم باربيكيو. باربيكيو. نعم. شكرا. How are you? Good people. You go to Iran? I hope. Hmm? کباب کرد جیگر و قلب و حبيبي تركيو افتحها اقرا علي حاول علي شكرا. تيريو 500 500 500 yeah. to go inside? Yeah, they make us all the round and they'll take it. It's too much. It's really too much. کلن تو کشور مغرب تکون بخوری آدرس به پلیسی باید پول بدی. و میخوام برم اون قسمت رنگرزی رو نگاه بکنم، از جلو یه قیمت عجیب غریب میگن، بعد یکم بازارگرمی میکنم، این میاد اون میره تا اینکه بالاخره راضی بشی به اون قیمت که اینا میگن و بتونی بری اون تو و بالاخره باید بازی کرد با قیمت و با این آدم. میگه من در میمندم راتون نمیدم تو. میگه نده برمون. کسی که ظاهراً مسئول دباغی بود رفت و در و بست. رفتم به سمت در و دوباره شروع کردم به چونه زدن. او میگفت 500 درهم، من میگفتم 50 درهم. بهم گفت پول برام ارزش نداره، میخوای این 600 درهمو بهت بدم؟ منم گفتم آره بده. گرفتم و گذاشتم توی جیبم. همین باعث شد که سر شوخی باز بشه و کوتا بیاد. بالاخره به 100 درهم راضی شد. اینجا دباغی شهر فز هستش که از قرن 11 بیش از 1000 سال پیش به همین صورت هست، همینجوری هم مونده
و به همون روش هزار سال پیش هم اینجا دباغی میکنن، پوستو میارن اینجا و طی یه سری مراحل چرمو آماده میکنن برای صنایع دستی، کیف و کفش و از اینجور چیزها، و تمام مراحل به صورت طبیعی هستش و به هیچ عنوان هیچ ماده شیمیایی استفاده نمیکنن برای رنگ رزی و بوی خیلی عجیبی هم میاد. و واقعا دیدن این مناظر و اینکه چطور اینا اینجوری کار میکنن واقعا عالی و جالب. یک صبح بهاری در شهر فز، شهر بیدار و جنب و جوش آغاز شده بود. بچه ها به سمت مدرسه می رفتن و مغازه دارها هم دکانهایشون رو باز و دم در رو آب پاشی می کردن. رفتم به بازار، جایی که زودتر از همه جای شهر کارش رو شروع کرده بود. رفتم برای خوردن یک صبحانه محلی. عده‌ای دم یک مغازه جمع شده بودن و چیزی رو که شبیه به سوپ بود می‌خوردن. رفتم جلو و پرسیدم که چی هستش؟ بسلا. گفتن اسمش بسلا هست. یکی گرفتم. مردی که اونجا بود به هم توضیح داد که با الفول درست میکنن. متوجه نشدم. زدم توی اینترنت و دیدم که الفول کلمه عربی باقالا هستش. صبونه یه چیزی دارن پوره باقالا هستش و یه روغن زیتون هم میریزن روش و با نون میخورن سر صبح، حسابی مقویه و اکثرا تو بازار دارن از این میخورن. یکی از چیزهایی که توی سطح شهر قدیمی شهر فز به چشم میخوره سقاخونه هستش. سقاخونه هایی که به سبک معماری اسلامی درست شده و با کاشیکاری رنگی تزئین شده. سر صبح معمولا میان مغازه‌دارا و اهالی اینجا آب برمیدارن، خیابون رو تمیز میکنن، میشورن و طبیعتا در طول روز هم رهگذران میتونن آبی به دست و صورتشون بزنن و آبی بنوشن. در طی تاریخ فرهنگ‌های مختلفی بر روی شهر فز تأثیر گذاشتند، مانند قبایل آفریقایی، عرب‌ها و استعمارگران اروپایی. تمام این تأثیرات منجر به وجود آمدن فرهنگی مخلوط از تمامی آنها شده که تأثیرات آن را کاملاً می‌توان دید. هرچند که فرهنگ اسلامی فرهنگی غالب در اینجاست و سبک معماری در این شهر حکایت از آن دارد. بازار فز یه سری از مغازه‌ها هستش که سنگ کنده کاری میکنن، سنگ قبر هست و همچنین برای بالای در خونه ها هم استفاده میکنن ازش و خب طبیعتاً ابتدا خطاطی میکنن روی سنگ و بعد شروع میکنن با چکش و مغار به حکاکی روی سنگ ها. واقعا جالب هستش. نشسته کنار خیابون و رهگذران هم میتونن لذت ببرن از این هنرنمایی این سنگ تراش.
خطهایی که بر روی سنگها استفاده میشن معمولاً خطهای سلس و نسخ هستن. حواس کردم که خطاطی کنم و بهش گفتم انا خطاط. نه؟ و اجازه داد که بر روی یکی از سنگها خطاطی کنم. قلمه، ولی من دست چپم، قلمه هم معمولاً دست راست تراشیده شده. حمل و نقل توی قسمت قدیمی شهر فز با اولاق، قاطر یا اسب انجام میشه و این به معنی این هستش که عبور و تردد ماشین توی قسمت قدیمی شهر فز ممنوع هستش و در حقیقت قسمت قدیمی شهر فز بزرگترین قسمت قدیمی شهر در دنیاست که در اون تردد ماشین ممنوع هستش و تمام این کارها توسط اولاق، قاطر و یا اسب انجام میشه. کسانی که به شهر فز میان دو دستن، یا خیلی خوششون میاد یا اصلا خوششون نمیاد. کسایی که خیلی خوششون میاد خب طبیعتاً از معماری و غذا و فرهنگ و این قدمتی که اینجا هست لذت میبرن و کلاً کنار میان با این گیرایی که تو خیابون میدن. اونایی که خوششون نمیاد کسایی هستن که خیلی حساسن نسبت به گیرایی که تو خیابون بهشون داده میشه، به خاطر اینکه هر چند قدم یک بار از شما پول میخوان یا اصرار میکنن بیا تو مغازه اینو بخر اون کارو بکن بیا بدین و نشون بدم، که در نهایت همشون منجر میشه به اینکه یه پولی پرداخت کنن. ولی اگه آدم از همون اول خیلی ریلکس برخورد بکنه و خیلی عادی با خنده و شوخی، میشه جز به اون دسته اول که از شهر فز خوشتون بیاد. در پشت دیوار قدیمی شهر در نزدیکی باب المحروق، یکی از دروازه‌های اصلی قسمت قدیمی شهر، بازار میوه فروشی و سبزی فروشی است و همچنین مغازه‌های ادویه فروشی. هنوز اینجا نرسیده، نزدیک اینجا که میشی بوی ادویه توی فضا پخش شده، واقعا حس و حال عجیبی به اینجا میده و واقعا خوشاینده. اومدم به یکی از این ادویه فروشی‌ها و به فلفل سیاه، زیره، دارچین، این چیه؟ این فکر کنم رازیانه است. رازیانه اینم که به به آویشن، آویشن و زردچوبه و به به عالی. من فکر کنم یکم دارچین بگیرم، بالاخره توی این سفر میشه به چای اضافه کرد، گرمی هم هست حسابی، برای بدنم خوبه. حبیبی دارچین. شکر حبیبی، من سلام. بعد از چند روز ماندن در شهر فز به سمت شهری به نام مکنس حرکت کردم. برای اولین باری بود که در جاده های کشور مغرب رانندگی می کردم. علاوه بر طبیعت بسیار زیبا، موضوعاتی که نظرم رو جلب کردن رانندگی بسیار خوب و پاکیزگی جاده ها و طبیعت بودند. در شهر مکنس هستم، در 60 کیلومتری غرب فز، و این شهر حدود 850 نفر جمعیت داره
و از اون به عنوان فز کوچیک نام میبرم، به خاطر اینکه تشابهات زیادی بین این دو شهر وجود داره از لحاظ معماری، بازار این شهر و همچنین تاریخی که این دو شهر داشتن. حدود 1000 سال پیش قبایل بربر به این منطقه میان و در این منطقه موندگار میشن و قرنها میگذره تا اینکه در قرن 17 میلادی وقتی بنیانگذار سلسله علویان کشور مغرب مولا رشید در اینجا فوت میکنه، برادرش به پادشاهی میرسه و این شهر رو میکنه پایتخت سلسله علویان کشور مغرب. بد نیست بدونین که پادشاه فعلی کشور مغرب محمد سادس از همین سلسله هستش که از سال 1999 میلادی در کشور مغرب پادشاهی میکنه. سلسله علویان مغرب بیش از 350 سال هست که بر این سرزمین فرمان روایی و پادشاهی میکنه. کشور مغرب با 36 میلیون نفر جمعیت 25مین کشور بزرگ در قاره آفریقاست که 5مین قدرت اقتصادی در این قاره هم به حساب میاد. کشور مغرب در مقایسه با ایران تقریبا 3.5 برابر مساحت کمتری دارد. میدون اصلی شهر مکنس میدونی است به نام الحدیم و اینجا میدونی واقعا دیوانه کننده است. همه چی اینجا هستش، میمون و شترمرغ و مار و موزیک و کفش و کیف و کمربند و صنایع دستی، غذا، همه چی اینجا پیدا میشه و واقعا هیجان زده شدم. اینجا دیدم که یک غذایی دارن میفروشن، حلزونه، و واقعا کنجکاو شدم ببینم چه غذاییه، میخوام امتحان بکنم ببینم چه جوریه. السلام علیکم. کیف حالی؟ الحمدلله. عزیز. خودوش. اسم بات نیم اسم. حلزون. حلزون. آه. اینا میگن حلزون بهش. عربیه. عربیه حلزون. حلزون. حلوا. 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 با. حلزون. بزنیم ببینیم حلزون. حلزون با خلال دندون در میارن. به به. مزه باحالی داره. خیلی خوبه. به به. یکم داغه. خیلی جالبه که بالاخره هممون میدونیم خیلی کلمات مشترک داریم، یا از فارسی رفته تو عربی یا از عربی اومده تو فارسی، و حلزون رو دیگه فکرشو نمیکردم که عربا هم به اینا میگن حلزون. از موضوع زبان بگذاریم، چقدر خوشمزه است این حلزون. از این فلوت ها میاد، فکر کنم یکی داره مار به رخت میاره. همین آقا هست، میدونی چه خبره. بای مار رو نگاه کن. بزرد گردن ماره، اصلا یه جورایی لسه، ولی خب امکان داره یه موقع آدم میترسه یه موقع گاز دیگه حمله بکنه.
این تو چیه ابی باتی فیت؟ جاول دلار، جاول دلار، جاول دلار. از هر جا یه مار در میاد، از تو کیسه و جعبه و هر جا یه مار در میاد. خمسا Next one. Hala. Habibi, tal. Hala. از شهر مکنس به سمت شمال حرکت کردم. می‌خواستم برم به سمت شهر معروفی به نام شاپشاون. در دهکده کوهستانی هستم به نام شاپشاون در شمال کشور مغرب با حدود 50,000 نفر جمعیت که تا دریای مدیترانه در شمال این کشور حدود 50 کیلومتر فاصله داره. این دهکده یکی از زیباترین، رنگیترین و هنریترین مکانها در کشور مغرب هست، به طوری که یکی از مقاصد اصلی گردشگران در این کشور به حساب میاد. تا سال 1975 میلادی اسم این دهکده شاون بوده به معنی قله کوه، ولی بعد از اون اسم این دهکده رو تغییر دادن به شاپشاون. شاف در زبان عربی مغربی یعنی نگاه کن، یعنی شاپشاون به این معنی هستش که به قله کوه نگاه کن. قدمت این دهکده در حقیقت برمیگرده به قرن 15 میلادی، زمانی که در سال 1471 میلادی شخصی به نام مولا علی بن رشید به اینجا میاد و یک سری از قبایل بربر رو به اینجا میاره و اینجا اقامت میگذینن. بعد از این قبایل و از این محل استفاده میکرده برای حمله به پرتغالی ها که شهر سویتا در شمال کشور مغرب رو اشغال کرده بودن. 23 سال بعد یهودیان و مسلمانانی که از اسپانیا فرار کرده بودن به اینجا میان، به این منطقه میان و این شهر و این دهکده شروع میکنه به رشد کردن. و چیزی که این دهکده رو معروف کرده در حال حاضر به واسطه معماری و رنگ آبی هست که این دهکده داره، و این معماری و رنگ آبی این دهکده مدیون کار یهودیان و مسلمانانی بوده که از اسپانیا به اینجا اومدن و اون معماری سبک اسپانیایی و اندلوسی رو در این دهکده به کار بردن. از زمان بنا شدن این دهکده، دهکده شاپشاون، ورود مسیحیان به اینجا ممنوع بوده تا اینکه در سال 1920 میلادی اسپانیایی‌ها به اینجا میان و اینجا رو اشغال میکنن. ولی چیز جالب اینجاست که وقتی اسپانیایی‌ها وارد این شهر و این دهکده میشن، برخورد میکنن با یهودیانی که قرن‌ها پیش از اسپانیا فرار کرده بودن و به اینجا پناه آورده بودن. وقتی با اینا برخورد میکنن، میبینن که این یهودیان اسپانیایی تبار کماکان همان زبان اسپانیایی رو صحبت میکنن که قرنها قبل در خود اسپانیا صحبت میشده. اسپانیایی ها برای مدت اینجا میمونن ولی اونها رو بیرون میکنن. بعد چند سال دوباره بر میگردن تا سال 1956 میلادی، تا زمانی که کشور مغرب اعلام استقلال.
در شهر مراکش هستم، چهارمین شهر بزرگ کشور مغرب با 1,350,000 نفر جمعیت که تقریبا در وسط این کشور بین کوههای اطلس و اقیانوس اطلس قرار گرفته. به جرأت میشه گفت که این شهر معروف ترین و با اهمیت ترین شهر کشور مغرب در طی تاریخ بوده و این اهمیت و معروفیت به واسطه به وجود آمدن چندین سلسله پادشاهی در این شهر بوده و همچنین اینکه این شهر رو به عنوان پایتخت خودشون انتخاب کردن. حدود 1,000 سال پیش در قرن 11 میلادی چندین قبایل بربر که متعلق به قبیله بزرگتری به نام سنهاجا بودند این شهر رو بنا کردند و سلسله المراوید یا المرابطون رو تأسیس کردند. در سال 2018 میلادی کشور مغرب حدود 12.5 میلیون نفر بازدید کننده داشته که شهر مراکش با 2.5 میلیون گردشگر بیشترین تعداد بازدید کننده را در بین شهرهای دیگر به خود اختصاص داده. لباس سنتی مغربی ها یه چیزی هست مثل دشتاش مانند، بهش میگن جلبه. هم خنک داره هم گرم داره، هوا گرم باشه کلوفترشو میپوشن، خنک باشه مثل شهر مراکش یکم نازکتر و کتونی هستش. و به عنوان یادگاری هم که شده یه دونه از این جلبه ها میگیرم و میکنم تنم و اینجا دشم هوا هم گرمه، فکر کنم بد نماشه. جلب عدیبی نه؟ جلب بریم یه جلبه بکنیم تنم بریم جلبه جمیل جمیل. البته باید زیرش لباس نپوشید که قشنگ خنک باشه و تو این هوا حال بده با آدم. وی سیکلو شیلبا لیبوس لباس کیتنو میگه بعد نعلی رم بخری، میگه با این کفشا نمیشه جلبا. خب اینو میگیرم دیگه، اینو میگیرم و یه بکنم روزای آینده این تنم باشه توی شهر مراکش. اینقدر اینجا زیورالات زیبا داره که حد و حساب نداره، همه هم کار دست و واقعا عالی هست. حبیبی ولی باید چونه زد دیگه، این انگشته رو میگفت 450 تا ولی به 120 تا راضی شده. یه چیزی که تو کشورهای اسلامی بیشتر به چشم میخوره یک سمبولی هست، کف دست 5 تا انگشت که بهش میگن خمسه یعنی 5 و در حقیقت مسلمونا بهش میگن دست فاطمه و یهودی هم دارن مسیحی هم دارن، ولی قدمت این دست فاطمه یا همون خمسه برمیگرده به قبل از ادیان ابراهیمی، قبل از یهودیت و اسلام و مسیحیت. و در حقیقت اینطور که میگن خاستگاه این سمبول از بین النهرین و عده دیگه عقیده دارن که حتی به مصر باستان برمیگرده. ولی کلن هر چی که هست الان حالا یک سری از ادیان ابراهیمی اینو استفاده میکنن و سمبول خودشون رو روش میزنن. به طور مثال این یکی ستاره داوود گذاشته اینجا، خب مال یهودیاست و مسلمان‌ها طور دیگه استفاده میکنن، ولی کلن از این استفاده میکنن برای رفع بلا
چشم زخم، یک چیزی که بلا رو دفع میکنه، میزنن سردر خونه ها، یا اینکه میندازن حتی گردنشون به این صورت و این در حقیقت رفع بلا میکنه. دست فاطمه یا خمسه، دست ماریا یا هر چیزی. در معروفترین مکان در کشور مغرب هستم، میدان جمع الفنا در شهر مراکش. اینجا جای هستش که تمام موزیسین ها، مارگیر ها، فالگیر ها، آبی به فروش ها، همه به اینجا میان و به جرئت میتونم بگم که یکی از عجیب ترین و جالب ترین مکان هایی که تا به حال دیدم. این میدان از سال 1050 میلادی به همین صورت بوده و به همین صورت هم تا به امروز ادامه داشته، طوری که از صبح تا شب همه اینجا جمع میشن و واقعا فضای عجیبی در اینجا هستش و در حقیقت مکانی شده برای گردشگران که تقریبا هر کسی که به کشور مغرب میاد حتما به این شهر و به این میدان سر میزنه. با هم دیگه یک دوری میزنیم توی این میدان بسیار عجیب و دیدنی و پر سر و صدا. میدان جمع الفنا به فارسی یعنی میدان مرگ، میدانی که در گذشته های بسیار دور در اون اعدام می کردن، ولی امروزه تبدیل به میدانی شده که شور، هیجان و شادی در آن جریان دارد. میدانی 24 ساعته که خواب ندارد و از معدود مکانهای دنیاست که به طور غیر منقطع بیش از 1000 سال است که در حال فعالیت است. دورگردان همان سرگرمی هایی رو اجرا می کنن که قرنها پیش هم به همین روال انجام می شده. کله پاچه اینجا درست میکنن توی یک بشقاب، همه چی میریزه، زبون و مغز و بناگوش و چشم. ببینیم کله مغربی چجوری هست. از پرو که کله خوردم دیگه نخوردم. این بعد از این مدت ببینیم چجوریه کله مغربی دیگه. اینا آب نمیارن که تیلیت بکنن، همینجوری یه آب خیلی کم که نون میزنن توش. به به، عالی. به به، حالا هرچند که آب نمیارن تیلیت بکنیم، ولی خب یکم مخلفات داره. زیتون آورده، سس تون، حالا لیمو خودم گرفتم ازشون و چای نعنا و مزهش واقعا خوب هستش، هرچند که به کله پاچه ما ایرانی ها نمیرسه. البته اونم یه نوع عادت فکر میکنم، مزاج اون عادت کرده، ولی کله پاچه یعنی کله عالی هستش. بفرمایید. نوشیدنی هست که مخصوص کشور مغرب هست، مخصوص مال این قسمت، و یه چیزی شبیه چای میمونه، ولی 19 تا ادویه رو با هم دیگه قاطی میکنن، یک معجون گرمی در میاد که خیلی هم رایج هست و همه اینجا میان امتحان میکنن، از جمله خود من که میخوام امتحان بکنم. حبیبی، what's the name؟ اسم؟ خودشم، خودشم،
اخودنجل 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 خودنجل اسمش اون بالا هم نوشته اعشا و مشروب از خودنجل ویسکی گل به 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 یک رنگ قرمز تیره هم داره و اوه بوی 19 تا ادویه که قاطی شده با هم دیگه واه عالی واقعا عالیه بعد از خوردن اون کله پاچه چرب و چیلینگ حتما این چای لازم هستش حلویات حلوا حلوا سلیلو عربی سلیلو 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 شکران شکران این هم یک مدل حلوات که اینا دارن اینجا و با این نوشیدنی میخورن من یادم یه چیزی میخوردم اون زمان به نام قوتو مال کرمانم بود و این حلوای یه تهمزده یه اون قوتو رو میده